میتونین یک عالمه عبارت جدید مثل ایول مرد خیلی خفنی، بابا دمت گرم، خیلی گشنمه، میتونم یه عالمه غذا بخورم در قالب مکالمات کاملا واقعی یا real life English conversations یاد بگیرین و توی این conversation مکالمه ها نحوه pronunciation street talk یا همون صحبت کردن خیابونی هم یاد بگیرین، پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدین به یک ویدیویی که خیلی خودم دوستش دارم، ویدیویی که توی اون ما یه سری مکالمات کاربردی رو کنار هم دیگه جمع کردیم. منظورم از ما، من و گروه فرازبان هستش که خیلی شما دوستان ازش استقبال کردین ویدیو اولو که گذاشتین و خیلی دوستش داشتین و تصمیم گرفتیم که اپیزودهای بیشتری رو از اون آماده بکنیم. مکالمات خیابانی منظور مکالماتی هستش که زیاد در طی روز میشنوینش، میبینین تو سریال، تو تلویزیون بین دوستاتون و خب خیلی خوب هستش که شما عبارتهایی که توی این مدل مکالمات استفاده میشه رو یاد بگیرین که اگه کسی استفاده کرد اولا معنیشو بدونین، دوما خودتون هم بتونین استفاده بکنین. بچه‌ها این عبارت‌ها واقعا پرکاربرده. کسانی اهمیت کاربردش متوجه میشن که تو خارج از کشور با این مدل صحبت کردن زیاد سر و کار دارن. پس stay tight and watch till the end. اما اگه که دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اولین نفری خواهید بود که ویدیو ما رو می‌بینید، لذت می‌برید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرید. بریم سراغ کانورسیشنی که امروز براتون انتخاب کردم. کسایی که ویدیو قبلی رو دیدن میدونن که این یه کانورسیشنی رو ما داریم اینجا، ولی در ابتدای ویدیو کل کانورسیشن رو نمیخونیم. بین دو نفر A و B هستش، اول دوتا دوتا سه تا سه تا جمله ها رو میریم جلو، عبارتی که توش به صورت ایتالیک یعنی کج دیگه نوشته شده رو من براتون پای تخته نوشتم، روش توضیح میدم و در نهایت آخر ویدیو یه دور دیگه مکالمه رو میخونم. فقط دو تا نکته، حتما به معنی که بهتون میگم دقت بکنین. دوم این که اگر توی چنل تلگراممون جوین بشین میتونین فایل این درس رو و عکس تخته رو کامل داشته باشین. در ضمن تو فایل برای کسایی که خیلی دوست دارن معنی فارسیش رو هم بدونن، معنی فارسیش هم گروه فرازبان به صورت کامل، دقیق و جامع براتون آماده کرده. پس اونجا جوین شین و فایل پی دی اف رو بردارین. بریم سراغ کانورسیشن امروز و شروع بکنیم. اوکی. Let's do this. What up, dog? Yo, what's happening, man? I haven't seen you in forever. خب. What up, dog? بچه این dog هوموفون هستش با dog D-O-G به معنی سگ. ولی dog and dog don't have the same meanings. معانی یکسانی ندارن. Dog like this, D-A-W-G, means friend, buddy, dude, man. Bro means رفیق، ولی داگ اونجوری یعنی سگ، پس هوموفونن یعنی همصدان ولی معانیشون فرق کنه. So what up dog means what's up buddy، چه خبر رفیق. ام به جای what's up میتونیم از what up استفاده کنیم. What up، what up، what up. دقت کنیم به پرونانسیشن من. What up، no. What up، what up dog، what up dog. در جوابش میگه yo. بچه ها yo خالی، yo. Yo means hey or sometimes hello. پس yo خالی means hello, hi یا hey, hey خالی. Yo, what's happening man? I haven't seen you in forever. میگه که what's happening man؟ چه خبره؟ بچه این دوتا رو کنار هم دیگه نوشتم که بهتون میگم کاملا هم معنیان. So what up dog, what's happening man؟ یعنی what's up، چه خبر. So what's happening man? I haven't seen you in forever. هزار سال ندیدمت. I haven't seen you in forever. این عبارت یه اصطلاح معنی هستش که خیلی وقت ندیدمت، یه مدت طولانی ندیدمت. So I haven't seen you in forever. I haven't seen you in forever. خیلی وقته که ندیدمت. بریم سراغ قسمت بعدی. Yeah bro, long time no see. What's new? Oh, not much. I just got a new job. Killer. How's that going? خب بهش میگه یه برو، اون بهش میگه که آره I haven't seen you in forever، یه مدت طولانیه ندیدمت. میگه یه برو or hey برو، آره دقیقا داداش. برو means داداش،
رفیق. آره رفیق، آره داداش. Long time no see. So long time no see means مشتاق دیدار. یا مثلا پارسال دوست، امسال آشنا. So long time no see means مشتاق دیدار. یا for example پارسال دوست، امسال آشنا. میتونیم دقیقا بگیم که long time no see هم معنی همون عبارتیه که تو قسمت قبل اومده بود. I haven't seen you in forever. وقتی یکی رو بعد از یه مدت طولانی میبینین، هم میتونی اون عبارت رو بهش بگین، هم long time no see. بعد در ادامه گفت What's new؟ خبر جدید چی داری؟ What's new؟ خبر جدید چی داری؟ What's new؟ بهش گفتش که Oh, not much. I just got a new job. Oh, not much. چیز زیادی نیست، فقط یه شغل جدیدی پیدا کردم. I just got a new job. بچه ها، شغل جدید پیدا کردم فعلش get هستش. I just got a new job. یه شغل جدید پیدا کردم. Killer. How's that going? بچه ها، killer means oh, چه خفن. How cool. Or how awesome. So we could say how cool for as a synonym for it. How cool. چه خفن. و فقط دقت کنید بچه ها، killer. Killer. اینجوری هم میگن. Killer. Killer. مطمئنم زیادین رو شنیدین. Killer. So killer can be pronounced like killer. Killer means چه خفن. How cool. So killer, how's it going? چجوری داره پیش میره؟ How's that going? چجوری داره اون شغلت پیش میره؟ پس killer means oh killer, چه خفن. Or oh killer. معمولا بیشتر اینجوری تلفظ میشه. Killer. خب بریم سراغ قسمت بعدی conversation. تو قسمت قبلی بهش گفت How's that going؟ چجوری پیش میره؟ اینجا بهش میگه It's not، یعنی دیگه پیش نمیره. It's not، دیگه پیش نمیره. I fucked up. I totally dropped the ball. What do you mean? What happened? خب بهش گفتش How's that going؟ چجوری پیش میره؟ بعد گفت It's not، دیگه پیش نمیره. I fucked up. گند زدم. I screwed it. I fucked up. گند زدم. بچه ها قبلا راجب این phrasal verb راجبش صحبت کرده بودم و بهتون گفتم اصلا معنی بدی نداره اگر بین دوستانتون و کسی که خیلی باهاش صمیمی هستین و رابطه صمیمی دارین استفاده کنید. So I fucked up means I screwed it. خیلی بد دادم. I blew it. تو درس قبلی بهتون I blew it رو یاد داده بودم. گند زدم. So I fucked up means گند زدم. I totally dropped the ball. I totally dropped the ball. بچه ها وقتی که توپو بهتون میدن، مثلا دارین فوتبال بازی میکنین یا مثلا والیبال بازی میکنین، وقتی توپو بهتون پاس میدن، وقتی توپو بهتون میدن، اگر که والیبال بازی میکنین توپ از دستت بیفته، یا اگه فوتبال بازی میکنین توپ از لای پات در بره، یعنی اون موقعیت رو از دست دادی. میخوام اینجوری براتون تداعی کنم که drop the ball یک اصطلاح معنی این که اون موقعیت رو از دست دادم، یعنی توپو به من دادن ولی من نتونستم بگیرمش، توپ از دستم افتاد. پس این معنی توپ از دستم افتاد نیست. با اون چیزی که براتون الان مثال زدم چیزش بکنین، مقایسش بکنین، متوجه میشین چیه. So I totally dropped the ball یعنی چی؟ یعنی I missed that opportunity، اون موقعیت رو از دست دادم. So I totally dropped the ball، اون موقعیت رو از دست دادم. بعد بهش میگه What do you mean؟ منظور چیه؟ What happened؟ چه اتفاقی افتاد؟ So what do you mean؟ میبینیم بچه داره ریاکشن نشون میده. بهش میگه I fucked up. I totally dropped the ball. بعد طرف مقابلش میگه What do you mean؟ What happened؟ منظور چیه؟ چه اتفاقی افتاد؟ ریاکشن رو میبینین بچه، ریاکشنش هم یاد بگیرین. خب بریم سراغ قسمت بعدی. میگه که On my fourth day at the job my alarm didn't go off so I totally overslept and got into work 2 hours late. They fired me. بعد در جواب دوستش میگه That's shitty dude. What a downer. این جمله رو بچه یه بار دیگه دقت کنین. میگه On my fourth day at the job، روز چهارم کارم، my alarm didn't go off. خب بچه ها آلارممون، اولا که ما میگیم آلارم، اونا میگن آلارم. آلارم. آلارممون زنگش در نیومد، یعنی آلارم گوشیتون که میذارین صبح میخوام میرین سر کار یا مدرسه، میذارین صداش در بیاد زنگ بخوره. آلارمم زنگ خورد یا زنگ خورد، گذشته است دیگه. phrasal verbش میشه my alarm goes
off. آلارمم زنگ میخوره. نگاه کنی فعلو to go off. To go off. اشتباه نکنیم بگین off داره یعنی خاموشا. نه نه. Off, to go off یعنی به صدا در اومدن. حالا my alarm goes off every day at 7. آلارم من هر روز ساعت 7 به صدا در میاد. My alarm goes off every day at 7. حالا میخوام بگم دیروز آلارمم به صدا در اومد. My alarm went off yesterday at 7. دیروز آلارمم ساعت 7 به صدا در اومد. پس نگاه کنین went off گذشته است. حالا میخوام بگم به صدا در نیومد چون گذشته است. از auxiliary verb didn't استفاده میکنم. اگر بچه‌ها زمان گذشته بلد نیستین برید تو پلی لیست گرامر پیداش بکنید سیمپل پست رو. So my alarm didn't go off yesterday. My alarm didn't go off yesterday. دیروز آلارمم به صدا در نیومد. و بهش میگه روز چهارم شغلم آلارمم به صدا در نیومد. So I totally overslept. I totally overslept. کاملا خواب موندم. پس خواب موندم چی میشه؟ I overslept. To oversleep means خواب موندن. چون گذشته است میشه I totally overslept and I got in to work 2 hours late. 2 ساعت دیر استم سر کار. They fired me. اخراجم کردن. بازم دقت کنید بچه معنی این جمله ها تو فایل پی دی افش توی چنل تلگرام هست. و در جواب بهش میگه دوستش That's shitty. What a downer. خیلی گند. چه افتضاحی. That's shitty. What a downer. چقدر بد. What a downer, what a mess, what a pity. چه بد, چه اتفاق بدی. That's shitty. چقدر افتضاح. کل این عبارت یعنی چه افتضاح, چقدر بد. That's shitty, what a downer, what a downer. چه اتفاق بدی, چقدر بد, چقدر افتضاح. پس بچه ببینید shit شاید از لحاظ خیلی لغت بدی باشه ولی اینجا چون محاوره دوستان است و چون خیلی خیابونی نرو حرف داریم That's shitty means what a mess. چه بد, چه افتضاحی. خب قسمت بعدی میگه yeah, but the boss wasn't the nicest person in the world. You know what I'm saying? Yeah, I wouldn't want to work for a boss like him. یه بار دیگه. Yeah, but the boss wasn't the nicest person in the world. You know what I'm saying? Yeah, I wouldn't want to work for a boss like him. بهش میگه که بهش گفتش که اخراجم کردن و اون گفت اوه چقدر بد. چه افتضاحی. بعد برگشت بهش گفتش که yeah, but the boss wasn't the nicest person in the world. اما رئیسش بهترین آدم دنیا نبود. میفهمید چی میگم؟ بچه این عبارت خیلی پرکار برده. خواهش میکنم استفادهش کنین. You know what I'm saying? Pronunciationش رو ببینین. You know what I'm saying? ببین چجوری لینک میکنم. You know what I'm saying? میفهمید چی میگم؟ متوجه منظورم هستی؟ بعد بهش میگه yeah, I wouldn't want to work for a boss like him. من اصلا نمیخوام برای همچین رئیسی کار بکنم که چیز خاصی نداشت. بریم سراغ قسمت بعدی. میگه که but anyways, how've you been? I've been great. I got a $5 an hour raise at work. Badass. Good for you. Thanks man. خب بهش میگه but anyways, how've you been? خلاصه but anyways means okay خلاصه پس خلاصه anyways خلاصه how've you been اشتباه نوشته بودم how've you been اوضاع چطوره تو چجوری بودی این اواخر اوضاعت این اواخر چجور بوده پس این اواخر رو توش نداره ولی چون از present perfect استفاده کرده این معنی رو به ما میرسونه so how have you been بوده بچه این how have you been که الان این have به صورت کوچیک شده در اومده شده how apostrophe ve so how apostrophe ve رو به صورت have میخونیم و همون have بوده have you been یعنی این اواخر چجوری بودی بعد بهش میگه که I've been great خیلی خوب بوده همه چی I got a $5 an hour raise at work در ساعت $5 افزایش حقوق سر کار گرفتم یعنی 5 ساعت افزایش حقوق ساعتی گرفتم I've got
I've got a $5 an hour raise at work. A $5, a $5. یک افزایش حقوق $5 سر کار گرفتم. بچه فقط دقت بکنین. A $5. من اینجا نمیگم a $5. دلش هم قبلا بهتون گفته بودم. دیگه اینجا توضیح زیاد نمیدم. مثل همون میدونین چی بود. مثل 5 minute English بود. خیلی اومدین گفتین بعد این 5 minutes English. اینجا a $5 an hour یه صفته. خب؟ و واسه همین اس نمیگیره. نمیگم a $5 an hour. میگم a $5 an hour raise at work. چرا؟ چون برای raise یک صفت محسوب میشه. بعد در جوابش میگه badass. Good for you. بچه badass دوباره میگم خیلی شد فکرم ass is a bad word. No, here badass means او چه خفن. How fantastic. How cool. چقدر خفن. So badass means چقدر خفنی بابا. Badass. For example, she's a badass. اون دختر خیلی خفنه. He's a badass. اون یه آدم خیلی خفنیه. Badass معنی بعدی اینجا نمیرسونه ها. وقت دقت کنیم بچه. خواهش میکنم این جمله ها رو من هزار بار گفتم الان بازی سیام میان کامنت میکنن نه اینا خیلی بیادبه. بله استفاده کردنش جلوی استادتون چه میدونم رئیستون خانوادتون زشته ولی با دوستاتون هیچ ایرادی نداره واقعا. So badass, good for you means او چقدر خفنی خوش به حالت. Good for you. و در جواب بهش میگه thanks man. مرسی مرد. بریم سراغ قسمت بعدی. How's work going? کارا چجوری پیش میره؟ How's work going? It's going good. I don't see myself working there for the rest of my life, but for now, it's good. You dig? Totally. Hey, I'm starving. You wanna grab some food? خب، بهش میگه how's work going? اوضاع کار چجوری پیش میره؟ It's going good. خوب پیش میره. I don't see myself working there for the rest of my life. من دیگه خودم رو اونجا منظورش ببینین I don't see myself. منظورش این نیست که خودم رو دیگه اونجا نمیبینم. یعنی دیگه آینده برای خودم نمیبینم که اونجا کار کنم. یعنی همچین دلم نمیخواد اونجا کار بکنم. But for now, اما برای الان it's good. Bad نیست. You dig? میفهمی چی میگم؟ You dig? You know what I'm saying? دقیقا هم‌معنی you know what I'm saying. So you dig? You know what I'm saying? میفهمی چی میگم؟ بعد بهش میگه totally. کاملا. پس این میتونه یه question و answer باشه. You dig? You know what I'm saying? بعد در جوابش میگه totally. کاملا. Totally. نگاه کنین totally نه. Totally. کاملا. بعد I'm starving. You wanna grab some food? I'm starving means گشنمه. I'm starving. گشنمه. دارم از گشنگی میمیرم. I'm so hungry. بچه starve یعنی کسی که خیلی برای مدت طولانی غذا نمیخوره قحطی غذا میگیره. ولی اینجا معنی نیستش که طرف بیمار شده. به معنی این هستش که خیلی گشنه شده. I'm starving یعنی خیلی گشنمه. میخوام ببینم چند نفرتون میتونین یه معادل واسه این بگین. البته فقط کسایی میتونن به همون بگن که ویدیو قبلی رو دیدن. میخوام ببینم چند نفر ویدیو قبلی رو دیدن و کسایی که دیدن آیا میتونن معادل اینو به من بگن چی بود تو ویدیو قبلیمون که راجع به همین کانورسیشن ها بود راجبش صحبت کرده بودیم. اگر هم کسی دوست داره ویدیو رو ببینه و ویدیو رو پیدا نکرد به من بگید لینکش رو این پایین براش کامنت میذارم. بهم بگین که معادل این توی ویدیو قبلی چی بود. این پایین برامون کامنت کنین. خب you wanna grab some food. You wanna grab some food? میخوای بریم یه غذایی بگیریم. بچه ببینین جمله گرامتیکلی کاملا غلطه. You wanna grab some food. به خاطر اینکه اصلا سوالی نیست. ولی تو محاوره ما اکثرا سوالاتمونو با auxiliary verb اصلا نمیپرسیم. یعنی با am و is و are do و does نمیپرسیم. همون جمله رو جمله خبری رو با intonation سوالی بخونم کافیه. نگاه کنین You wanna grab some food. تو میخوای بری غذا بگیری. You wanna grab some food. میخوای بری غذا بگیری. فعل رو نگاه کن. Grab food. Get food. من خودم grab رو بیشتر بزنم. You wanna grab some food. میخوای بری غذا بخری. You wanna grab some food. You wanna grab some food. میبینین سوالی شد. You wanna grab some food. You wanna grab some food. میخوای بری غذا بگیری. You wanna grab some food. میخوای بری غذا بگیریم. بعد بهش میگه که بریم سراغ قسمت بعدیش. Let's do it. I'm so hungry. I could eat a horse.
So let's do it. I'm so hungry. I could eat a horse. Oh shit. I left my wallet at home. Fuck. خب. در جوابش میگه که let's do it. بزن بریم. خب. حالا. بچه جمله رو دقت کنیم. بهش گفته I'm so hungry. I could eat a horse. این عبارت میتونه اینجوری باشه. هم میتونه باشه I could eat like a horse. هم میتونه باشه I could eat a horse. جفتش هم درسته. وقتی خیلی گشنتونه مثل چی میگن تو فارسی غذا میخوریم؟ میتونم تو فارسی وقتی خیلی گشنتونه میگی مثل چی میتونم غذا بخورم؟ مثل خرس؟ میگی مثل خرس الان میتونم غذا بخورم؟ نمیدونم. ولی اونا میگن مثل یه هورس، مثل یک اسب میتونم غذا بخورم یا میتونم یه اسبو بخورم. این به معنی این هستش که I'm starving، خیلی گشنمه. خب so I could eat like a horse or I could eat a horse یعنی خیلی گشنمه I'm so hungry و در جواب و اون بهش میگه oh shit ای وای پس بچه oh, ای وای میشه oh shit پس ای وای در فارسی میشه oh shit I left my wallet at home fuck کیف پولم و خونه جا گذاشتم فعلش چیه جا گذاشتن left I left my wallet at home. کیف پولم رو خونه جا گذاشتم. Fuck. گندش بزنن. ببین fuck اینجا معنی بدی نمیده. معنی گندش بزنن. So oh shit. AY. Fuck. I left my wallet at home. کیفم رو خونه جا گذاشتم. پس بچه جا گذاشتن چیزی to leave something at home. چون simple پسته فعلمون شده left. و بریم سراغ قسمت بعدی. که قسمت آخره میگه It's cool man, I'll pay for you. You sure? You don't have to do that. Yeah man, I don't mind. Tight dude, you're the best. Don't mention it. Okay then, let's make some tracks. Let's do it. خب, بهش میگه که cool man, it's cool man, یعنی چیز خاصی نیستش که It's okay. It's cool, man. It's okay. چیز خاصی نیستش. پسر. رفیق. I'll pay for you. من برای تو میدم. یعنی پول تو رو میدم. I'll pay for you. پس پول تو رو میدم. یعنی سهم تو میدم. I'll pay for you. سهم تو میدم. بعد بهش میگه You sure? مطمئنی. بچه ببین دوباره این Are you sure بوده که تو محاوره auxiliary verbش هست شده. You sure? مطمئنی. You don't have to do that. من خودم اینو خیلی دوست دارم. راضی به زحمتت نیستم. راضی به زحمتت نیستم. چی میشه؟ You don't have to do that. You don't have to do that. نگاه کنی. You don't have to do that. Have to know. You don't have to. Have to. You don't have to do that. راضی به زحمتت نیستم. You don't have to do that. این به این صورت تلفظ میشه. توی ویدیو کامل اینا رو شورت فرما رو براتون توضیح داده بودم. اگه ندیدین حتما بریم ببینین. So, have to. Have to, have to. You don't have to do that. راضی به زحمتت نیستم. بعد میگه yeah man, I don't mind. چیز خاصی نیستش که. Yeah man, I don't mind. چیز خاصی نیستش که. Tight dude, you're the best. خیلی مردی. Tight dude, خیلی مردی. You're the best. تو بهترینی. خیلی مردی. تو بهترینی. و در آخر, oh man, don't mention it. برون نیار دیگه don't mention it or قابلی نداره don't mention it پس از این به بعد خواستین به یکی بگین که مرسی یکی بهتون گفت مرسی میخوایم بگین خواهش میکنم به جای you're welcome میتونین بگین don't mention it don't mention it باز تازه یه دونه سینونیم برای you're welcome توی ویدیو قبلی بود باز ببینم کی میتونه بگه پایین کامنت کنه okay then let's make some track بزن بریم let's make some tracks بزن بریم Let's do it. بزن بریم. So let's make some tracks means بزن بریم. خب بچه ها این ایتالیکا تموم شد. حالا طبق قرار معمول بریم روی کانورسیشن. من یه دور این کانورسیشن رو بخونم. حتما از تکنیک شادوینگ استفاده کنین. What is shadowing? Shadowing چیه؟ Shadowing این هستش که وقتی که اولا یکی دو بار به کانورسیشن کامل گوش کنین. بار دوم یا سوم هر جمله رو پاس کنین و سعی کنین عیناً اون چیزی که من میخونم تکرار کنین. بچه ها به پرونانسیشناش خیلی دقت کنین چون خیلی محاوره ای و کاربردی هستش یه مقدار ممکنه تون به نظر بیاد ولی بهتون قول میدم بعد از چند تا ویدیو بعدی کاملا براتون عادی میشه و گوشتون به این نوع مکالمات آشنا میشه. بریم سراغ مکالمش. فقط دقت کنیم بچه مکالمه پشت سر همه معنیشو نداریم. معنیشو براتون توی چنل تلگرام گذاشتم. اوکی.
What up, dog? Yo, what's happening, man? I haven't seen you in forever. Yep, bro, long time no see. What's new? Oh, not much. I just got a new job. Killer, how's that going? It's not. I fucked up. I totally dropped the ball. What do you mean? What happened? On my fourth day at the job, my alarm didn't go off, so I totally overslept and I got into work 2 hours late. They fired me. That's shitty, dude. What a downer. Yeah, but the boss wasn't the nicest person in the world. You know what I'm saying? Yeah, I wouldn't want to work for a boss like him. But anyways, how have you been? I've been great. I got a $5 an hour raise at work. Badass. Good for you. Thanks, man. How's work going? It's going good. I don't see myself working there for the rest of my life, but for now, it's good. You dig? Totally. Hey, I'm starving. You want to grab some food? Let's do it. I'm so hungry. I could eat a horse. Oh, shit. I left my wallet at home. Fuck. It's cool, man. I'll pay for you. You sure? You don't have to do that. Yeah, man. I don't mind. Tight, dude. You're the best. Aw, don't mention it. Okay, then. Let's make some tracks. Let's do it. خب اینم از مکالمه امروز. بازم بهتون میگم بچه ها خیلی تنده میدونم، ولی سعی کنین گوشتون رو آشنا کنین، چند بار قسمت آخر ویدیو رو نگاه بکنین تا گوشتون کامل آشنا بشه و حتما از تکنیک شادوینگ استفاده کنین. عکس تخته و فایل پی دی اف به همراه ترجمه ای که بچه های گروه فرازبان کلی زحمت برش کشتن و آمادش کردن توی چنل تلگرام هست، جوین شین و از اونجا هم عکس تخته هم پی دی اف رو بردارین. و این دو تا سوالی هم که اینجا پرسیدم، این و دون منشنیت کجا بود؟ آها این تو نبود. خواهش میکنم و I'm starving گفتم، دوتا معادل بهتون تو ویدیو قبلی گفته بودم. حتما کسی که دیدن بگن ببینم چی بود معادلش. اگرم کسی نیده بگه این پایین من لینک ویدیو قبلی رو براش کامنت بذارم ببینه و بعد به من بگه که آقا این دوتا معادل، این دوتا عبارت I'm starving و don't mention it چی بود. اگرم که این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم اگه لایکش کنین و به دوستان خودتون معرفی کنین. و مثل همیشه حرف آخر، من و گروه فرازبان به شدت به انتقادات و پیشنهادات شما بچه ها اهمیت میدیم و نمیخوام بگم 24/7، ولی خیلی وقتا، یعنی در روز خیلی از وقتمون رو میذاریم صرف اینکه کامنت های شما رو بخونیم و کوچکترین نظراتتون رو توی ویدیوهامون تاثیرش بدیم. پس بدونین که خیلی تاثیرگذاریم و بسیار خوشحال میشیم اگر نظری دارین بهمون بدین برای بهتر شدن، اگر ایرادی میبینین بهمون بگین برای بهتر شدن، و اگرم که موضوع مطلبی هست که دوست دارین من و گروه فرازبان در رابطه باهاش مطلب آماده کنیم، ویدیو آماده کنیم، خوشحال میشم من در جریان قرار بدین. Till another video, take care, see you soon and bye bye.